حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تلگر مسیر بین از لندن همراه ما هستند اگرچه که بسیاری از مردم آقای علیزاده میگن تأثیری نخواهد داشت که کدام یک در کاخ سفید ساکن بشن بعد از این انتخابات اما خیلی ها هم در پیامشون اشاره کردن به اینکه تمایل دارن ترامپ برنده انتخابات بشه بیشتر از آنچه که هریس در واقع گفته شده باشه دلیل این امر رو شما در چی میبینید؟ ببینید زمانی که انتخابات دوره گذشته بود خاطرتون باشه همون موقع مثل الان هم مردم خیلی با جدیت انتخابات آمریکا رو پیگیری میکردن یعنی واقعا بیش از وضعیت انتخاب ریاست جمهوری در ایران همین دوره ریاست جمهوری در ایران دیده بیرونت رونق اون موقع یک لطیفه جوکی ساخته شده بود که اگر انقدر انتخابات سیار ریاست جمهوری آمریکا در سرنوشت ما ایرانی ها تأثیر داره ما هم بریم رای بدیم این لطیفه درست شده بود واقعیتش این هستش که ایالات متحده به دلیل اون قدرت بزرگی که داره در همه جا در گوشه گوشه دنیا تاثیر میگذاره مونتا با همه کشورهای دنیا که در تقابل نیستش با اندک کشورهایی مثلا مثل کره شمالی و جمهوری اسلامی در تقابل و آقای ترامپ هم مواضع بسیار سختی داشتش مثلا یادآور بشم که آقای پومپئو اگه خاطرتون باشه یه دوازده شرط بود یا چهارده شرط بود تردید دارم و کرده بود که جمهوری اسلامی باید اینها رو اجابت بکنه تا بعدا مثلا وارد گفتگوهایی بشویم خب دوره اول آقای ترامپ منتهی شدش الان هم گفته میشه شانسش هستش که دوباره بازگرده همون وضعیت الان تکرار شده واقعیت این هستش که دیدگاه جمهوری خواهان و دموکرات ها در مقابل رفتار با جمهوری اسلامی متفاوت هستش آقای ترامپ به اصطلاح سخت افزاری عمل میکنه و دولت جمهوری خواه دموکرات ها ظاهرا نرم افزاری میخوان عمل بکنه همین اختلاف باعث میشه که اتفاقا در قیمت نرخ ارز در ایران کاملا تاثیر همون سال چهار سال گذشته یادم که میهمان اینترنشنال بودم در استودیو اعلان که شدهش قیمت ارز از سی هزار تومن به ده هزار تومن در یک شب کاهش پیدا کرده بودش خب پس این واقعیتیه که وضعیت انتخاب نامزده که وارد کاخ سفید بشه بسیار بر شرایط ایران تاثیرگذار هستش و واقعیت تلخناکترش هم این است که الان جامعه ایران دو پارچه دو پاره شده یعنی کسانی که قویاً قویان معتقدن آقای ترامپ باید بیادش به به دست میکنه یکی کسانی که مخالفش هستن فر... یادتون نره خانم فایزه هاشمی در یک سخنرانی بعد از انتخاب آقای بایدن گفته بود که من به عنوان فایزه هاشمی اعتقاد داشتن آقای علیزاده فارق از اینکه چه کسی ساکن کاخ سفید خواهد بود در چهار سال آینده موزه جمهوری اسلامی هم مهمه در صورت پیروزی هر کدوم از اونها فکر میکنین که حاضر میشه که برخلاف شعارهای پیشین با دولت آمریکا وارد مذاکره و تعامل بشه ببینید واقعیت این است که همیشه و همواره کانال گفتگوی تهران و واشنگتن همیشه برقرار بوده حالا گاهی کم شده گاهی زیاد شده الان هم ما در شرایط منطقه هستیم جنگ غزه و لبنان قاعدتا یعنی خبرها اینطور به ما حکایت میکنه که تبا روابطی برقرار بوده مثلا دور اول موشکبرانی ایران به اسرائیل ایران اعلام کرده بود از طریق آمریکا به اسرائیل که ما داریم این عملیات رو انجام بدیم که اونا هم آماده شده بودن در اینکه اسرائیل این دوره میخواست پاسخ بده خیلی خبرهای موثقی وجود داشت که کاخ سفید داشت آقای نتانیاهو رو کنترل میکردش که ضربه محاسبه شده ای رو بزنه نه ضربه به خیلی بزرگی رو خب فب. اینا همش اقتضا میکنه که کانال های گفتگو بین تهران و رو بشه حالا اگه با اومدن فرض و ترامپ آمده است این کانال گفتگو به نظر من باز خواهد بود اما احتمالا کاهش پیدا خواهد کرد خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تلگر مسئله از لندن